سلام عرض می کنم خدمت دوستان و بینندگان عزیز و امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و سلامت باشید. امروز می خوام یه شامی خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. تو این شامی از گوشت استفاده نمیشه و از یکی از حبوبات بسیار خوشمزه و مقوی می خوام استفاده کنم، لوبیا چشم بلبلی. این لوبیا هم خوشمزه است و هم خواص خیلی زیادی داره و تصمیم گرفتم از این لوبیا چند نوع غذا بهتون آموزش بدم. نوع اولش شامی لوبیا چشم بلبلیه. بریم با معرفی مواد اولیه این غذای خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. مواد لازم برای تهیه شامی لوبیا چشم بلبلی: لوبیا چشم بلبلی، یک پیمانه پلوپز که 2 ساعت قبل اونو خیس میکنیم و چند بار آبش رو عوض میکنیم و میذاریم کاملا بپزه، بعد داخل آبکش میریزیم و کنار میذاریم. سیب زمینی آب پز شده 1 عدد بزرگ، پیاز متوسط 1 عدد، سیر 2 حبه، فلفل، زردچوبه و نمک به میزان لازم، پودر تخم گشنیز 1 قاشق چایخوری، زیره سبز 1 قاشق چایخوری، دارچین 1/2 قاشق چایخوری، آرد نخودچی 1 تا 2 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 1 عدد، جعفری ساتوری شده 3 قاشق غذاخوری. خب عزیزان، بعد از اینکه لوبیا چشم بلبلی رو کاملا گذاشتیم پخت، داخل آبکش می‌ریزیم تا آب اضافی لوبیاهامون کاملا بره. بعد داخل غذاساز می‌ریزیم. اگر غذاسازم نداشتید، با هر وسیله‌ای که دوست داشتید می‌تونید لوبیاهاتون رو خرد کنید. یه دونه سیب زمینی داشتیم که گذاشتم کاملا پخت، پوستشو کندم، اونم 2 قسمت میکنم، داخل غذا سازمون میریزیم. یه دونه پیاز داشتیم، اونم 2 قسمت میکنیم و داخل غذا ساز میریزیم. نمک، دو تا حبه سیر داشتیم، اونم پوست کندم، داخل غذا ساز میریزم، پودر گشنیز، زیره، دارچینم اضافه میکنیم، جعفریرم اضافه میکنم، مواد رو کاملا میکس میکنیم. بعد وقتی مواد کاملا پوره شد و به این شکل در اومد، اونو داخل یه ظرف دیگه میریزیم. بعد از اینکه مواد رو داخل یک ظرف دیگه ریختیم، غلظتش هم اینطوریه. حالا تو این مرحله یه دونه تخم مرغ داشتیم، فلفل سیاه و زردچوبه به موادمون اضافه میکنم. مواد یک مقدار هم میزنیم. من گفته بودم 2 تا 3 قاشق غذاخوری آرد نخودچی نیاز داریم. آرد نخودچی رو کم کم به موادمون اضافه میکنیم.
اگر دیدید موادتون بازم یک مقدار شله، میتونید اضافه کنید در حدی که بتونید به مواد شکل بدید. من بکنم تمام نخودچی رو نیاز داره. کاملا مواد رو مخلوط میکنیم. غلظتش عالی شده. اطراف ظرف رو پاک میکنیم. حالا یک کیسه فریزر روی ظرفمون میکشیم و به مدت 2 ساعت مواد رو داخل یخچال میذاریم تا کاملا خودش رو بگیره و آماده سرخ شدن. مقداری روغن داخل مایتابه ریختم و اجازه میدم تا روغن کاملا داغ بشه. حرارت زیر مایتابه باید متوسط باشه، کم و زیادش نکنید. وقتی که حرارت متوسط باشه شامیه روغن زیادی به خودشون جذب نمیکنه، ولی اگر حرارت رو کم کنید شامی روغن زیادی به خودش جذب میکنه. پس یادتون باشه که حرارت باید متوسط باشه. روغن رو میذاریم داغ میشه. یک کاسه آب کنار دستمون قرار میدیم. من حدود 2 ساعت گذشته شامی‌ها رو از یخچال خارج کردم. اندازه یه نارنگی از شامی‌ها بر می‌داریم، تو دستمون به این شکل حالت میدیم. هم میتونید گردش کنید، هم میتونید مثل کتلت درست کنید. این دیگه سلیقه‌ایه، هر جوری که خودتون دوست دارید به شامی‌ها شکل بدید دست خودتونه. به این شکل داخل روغن قرار میدم. دوباره دستم رو مرطوب میکنم. تو دستم حالت میدم. میتونید وسطشم یه مقدار حفره ایجاد کنید، ولی من دوست دارم به همین شکل باشه. به راحتی سرخ میشه. بعد از اینکه یه طرفش کاملا سرخ شد، طرف دیگه شامیارم برمیگردونید سرخ میکنید. فقط نکته ای که گفتم خیلی دقت کنید، حرارت باید متوسط باشه و در حین سرخ شدن حرارت رو کم و زیاد نکنید. این شامی هم خیلی خوشمزه است، هم مقرون به صرفه است و هم خیلی خاصیت داره. میتونید تو گوگل سرچ کنید و خواصش رو ببینید. تمام شامی ها رو به این شکل درست میکنید. سعی کنید یه اندازه هم باشه که نمای زیبایی داشته باشه. حالا اجازه میدیم تا یک طرف شامی ها سرخ بشه، برمیگردونیم و طرف دیگرش هم سرخ میکنیم. وقتی که یک طرف شامی هامون سرخ شد، با 2 تا وسیله به راحتی شامی ها رو میتونید برگردونید. حتما اجازه بدید یک طرفش کاملا سرخ شه.
مطمئنم اگر این شامی رو درست کنی عاشقش میشی. عطر و بوی خیلی خوبی هم داره. سرو شده این غذای خوشمزه رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. شامی لوبیا چشم بلبلی ما آماده شد. من اونو با کلم بنفش که به شکل گل رز تزئین کردم، همینطور پیاز، گوجه فرنگی و فلفل تزئین کردم و تقدیم میکنم به همه هموطنای عزیزم. همونطور که دیدید این غذا به راحتی تهیه میشه و بسیار خوشمزه و مقویه. با لوبیا چشم بلبلی میتونید فلافل هم درست کنید، یعنی به جای نخود از لوبیا چشم بلبلی استفاده کنید. مراحلش مثل همون فلافله، فقط به جای نخود از لوبیا چشم بلبلی استفاده میکنید. خیلی خوشمزه تر و مقوی تر از نخوده. توصیه میکنم حتما این غذای خوشمزه رو درست کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. شما دوستای گلمو تا یه آموزش دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.